باشه که در این عصر گرم تابستونی خونکی باغ عدن از طریق کلامش بر تک تک شما عزیزانم بوزه. آمین. که زیاد سخت بهتون نگذره این لحظاتی که با هم هستیم. ایمان دارم همینطوره، اگه با گوش جان همینطور که خواهرم سارا گفت جان بسپاریم به کلام خدا. داوود چقدر زیبا در مزمور 122 میگه شادمان میشدم چون به من میگفتن که بیایم با هم دیگه بریم به خانه خدا. با هم دیگه به جمع اشاره میکنه، چقدر زیباست نیست؟ شادمان میشدم نه تنهایی برم هر جایی یا کلیسا بلکه با هم دیگه بریم خانه خدا. به بغل دستید بگو خوش اومدی به خانه خدا، خوش آمدی به کلیسا خانه خدا. آمین. آمین. خدا رو شکر برای وجود مبارکتون که با همدیگه بدن مسیح و کلیسای مسیح رو تشکیل میدیم با همدیگه. آمین. من این حقیقت رو خیلی دوست دارم، حتما داستانش رو شنیدی که ملکه سبا وقتی میره پیش سلیمان که از اون شکوه و جلالی که شنیده بود ببینه از نزدیک، وقتی رفت به قصر سلیمان، سلیمان سمبول عیسی مسیح، قصرهای سلیمان سمبول خانه خداست، سمبول کلیسات، وقتی رفت اونجا اون جلال و جبروت و شکوه و دید اصلا اینجوری انگشت به دهن موند. بیشتر از همه از اونجاش لذت میبرم که میگه این خادمین تو با چه شادمانی قربانی های تمام سوز میدن به خداوند، خدا رو خدمت میکنن. خوشا به حال خادمان تو که در قصرهای تو در خانه تو دارن تو رو خدمت میکنن. خوشا به حال شماها که با شادمانی خداوند ما عیسی مسیح شاه شاهان رو با افتخار خدمت میکنین. آمین. اشتیاق من اینه، دعای من برای خودم و تک تک شما اینه که هر روز شادمانی ما، ظرفیت شادمانی ما بیشتر و بیشتر در روح و روان ما وسعت بیابه برای خدمت خالصانه و سرسپرده به اون شاه شاهان که کمتر از این او را نمی‌شاید، او لایقه که بهترین ها رو نصیب او کنیم. آمین. عنوان پیام امروز این است: کلیسا ویترین آسمان است. و این عنوانو از کتاب افسوسیان باب 3 آیه 10 برداشتم که میگه حکمت گوناگون خدا که طی اعصار طی زمانها از جهان جهانداران مخفی بود مثل یک راز، ولی چطور به وسیله کلیسا در حال حاضر حکمت گوناگون خدا، اون رازهای شگفت انگیز خدا چی شد؟ آشکار شد. آمین. یعنی کلیسا خوانده شده که ویترین آسمان باشه. در هیچ کجای کلام خدا عزیزان به اندازه رساله و افسوسیان بر این حقیقت انکارناپذیر پر از شکوه ماهیت کلیسا پافشاری نکرده. در هیچ جا، در هیچ جای کلام خدا اینطور تاکید نکرده که کلیسا چه جایگاه رفیع و چقدر قدرت داره در این جهان. در هیچ جای کلام خدا وقتی این رساله پرقدرت رو میخونی، وقتی توش وارد میشی، این رساله آسمانی، این رساله نفسگیر که حقیقتا میتونم بگم نفس آدم میگیره، وقتی کلیسا رو، من و تو رو در اون نقشه الهی چقدر زیبا، در اون هدف و طرح اولیه الهی چقدر زیبا به تصویر میکشه که کلیسا عروس مسیحه، که کلیسا عروس مسیحه، که کلیسا مهر مالکیت بر او زده شده. آمین. که کلیسا آکنده از قدرت و الطاف پدری خداست، کلیسایی که از زخانه خداست و به خاطر حضور خاص عیسی مسیح که آرشیتکت
کلیساست، صاحب کلیساست، سر کلیساست، شبان نیکوی کلیساست. عزیزان، اعضا سلولهای زنده خداوند رو به طرف پرستش خودجوش به حرکت در میاره، که در نهایت در این پرستش ما به عیسی مسیح و به همدیگه نزدیکتر بشیم. رساله افسوسیان از آن دید من و تو رو نسبت به بدن مقدس مسیح که خانواده الهی مسیحه و دعوت من و تو و مقام خاص من و تو رو چقدر به عنوان خانواده الهی وسعت میبخشه. چرا که کلیسا بدن مسیحه، چرا که هرچند که بدن یکیه اما از اعضای متفاوت و بسیار تشکیل شده. آمین داره یا نه؟ آمین. عزیزان، وقتی کلیسا که و بافت روحانی اون عزیزان از طریق تک تک ما شناخته میشه و ماهیت کلیسا در اون رسالت خودش درست عمل میکنه، غیر قابل توصیفه. حقیقتاً نفسگیره، زیباست، جلوه‌گری میکنه در این دنیا عزیزان. و ملک سباها وقتی وارد کلیسا میشن انگشت به دهان میمونن، چون کلیسا خصوصیت آسمان رو که مقر پادشاهی شاه شاهانه به معرض نمایش میذاره. عدالت، خوشی، سلامتی در روح القدس. از این کلیسا که من و تو هستیم چنان قدرت اجاب انگیزی در درون من و توست که اگه متوجه بشیم، اگه آزاد شه، اگه این قدرت ساطع بشه، عزیزان هر ماتم زده ای که به کلیسا میاد باید تسلی بیابه. آمین. نشینندگان در تاریکی ترس، نگرانی و استراب باید آزادی و رهایی رو تجربه کنن. حقجویانی که تا اینجا پر از سوالن باید جواب سوالهای خودشون رو بگیرن. خم شدگان، ماتم زدگان، فقرا، ستم دیدگان باید در آغوش امن کلیسا، در آغوش امن مادرانه کلیسا سبکبالی و آرامی بیابند. آمین. اگر کلیسا به رسالت خودش پی ببره، رابطه زوجهای مریض و شکسته عزیزان در کلیسا بازیافت میشه. بارها و بارها دیدیم و در نهایت حکمت گوناگون آسمان از طریق من و تو و کلیسا به دنیا آشکار میشه. هرچقدر که رنجهای بشر عظیمتر باشه، هرچقدر که ظلمت دنیا رو فراتر بگیره، ولی کلیسا و قدرت شفا و آزادی کلیسا عظیمتر و فعالتر به حرکت در خواهد اومد. چرا؟ چون کلیسا صاحبش، رهبرش، شبانش، آرشیتکتش عیسی مسیح خداونده. هیچ ارگانی، هیچ سازمانی، هیچ سیستمی قدرت اینو نداره که با کلیسا رقابت کنه. باور میکنی؟ دوباره به بغل دستید بگو به کلیسا خوش اومدی. آمین. آمین. ما با هم دیگه یک بدن هستیم عزیزان، به هم پیوند داده شدیم با تمام تفاوتا، با هم دیگه به یک دعوت خوانده شدیم، با هم دیگه هم ارث با مسیحیم، با هم دیگه به شناخت مسیح میرسیم، با هم دیگه ظرفیت پیدا میکنیم، استطاعت پیدا میکنیم که به محبت مسیح برسیم. نه این محبتی فقط با کلام، بلکه تمامی ابعاد محبت مسیح، چون محبت مسیح ابعاد داره، طول داره، عرض داره، بلندا داره، عمق داره، و در تمامی شرایط سخت زندگی ما تمامی ابعاد محبت مسیح رو
کلیسا، کلیسایی که هوشمند شده به واسطه روح قدوس الهی و کلام پرقدرت مسیح، میتونه اینو روی تمام شرایط زندگیش پیروزی رو اعلام کنه. ما با همدیگه به آسمان میریم، ما با همدیگه از دروازه تنگ نجات عبور خواهیم کرد. با همدیگه چه خوشتون بیاد چه نیاد، یک ابدیت با هم زندگی خواهیم کرد، با هم خداوند رو پرستش خواهیم کرد. آمین. کلام خدا مسیحی جدا کلیسا رو به اندامی تشبیه میکنه بدون بدن، عزیزان، به گوسفندی بدون گله، به کودکی بدون خانواده. ما هموطنان هموطن مقدسین هستیم، اهل خانه او. برای همین پولس زانو میزنه، عزیزان، میگه زانو میزنم نزد آن پدر، نزد آن پدر که هر خانواده، هر خانه و خانواده از اون مسما شده، از اون نام گرفته، نزد پدر که سروره، همجور که سارا جون مثال زد، نیست سرور خانواده است، سر خانواده است، زانو میزنه، میگه خدا دعا میکنم، برای کلیسا دعا میکنه که با حسب فیض خودت، دولت جلال خودت، نه کمتر خیلی بیشتر عطا کنی که بدن در انسانیت باطنی خودش، در اون خود خیشتن خودش، در اون خود حقیقی خودش، با اون دینامیت، با اون قدرت، با اون قدرت روح القدس از درون آکندش پرشه تا چی بشه، زوراورشه تا چی بشه، شناخت این محبت و عمق محبت پدر برسه تا همه با هم به شایستگی آن دعوتی که با آن خوانده شدیم بتونیم عمل کنیم. عزیزان، کلیسایی که هفته پیش پاستور توصیفشو کرد چقدر زیبا بود، چندم چقدر برکت گرفتین، در اعمال باب 2 آیه 44 تا 47 درسته، میگه همه ایمانداران عاشق کلمه همدیگر هستن، با همدیگر در خانه ها جمع میشدن، در تعلیم رسولان بودن با شادی، با خوشدلی. چقدر زیبا نیست؟ داوطلبانه با هم دیگه جمع می شدن، در خانه ها جمع می شدن، نان رو به ساده دلی بر می داشتن، عشای ربانی با هم بر می داشتن، شریک بودن در هر چیزی که با هم داشتن، خدا رو پرستش می کرد، قربانی های تمام سوز به وسیله خدمتشون، به وسیله پرستششون به خدا تقدیم می کردن و تمامی خلق، نه یه نفر بالا ببره، نه همه، یه تمامی خلق همه رو عزیز می دونستن. عزیزان، با هم به طور جمعی، با هم به طور جمعی، با شادمانی، داوطلبانه، این خصوصیت کلیسای اولیه بود. اونا اعضای مرتبط به هم بودن، به یکدیگر تعلق داشتن، تعهد داشتن، اعضای بدن مسیح مثل شهری به هم پیوسته که در مزمور 122 میگه، نیست؟ عزیزان، مثل شهری به هم پیوسته، نه شرکت کنندگان، نه شرکت کنند، هر از گاهی بیان، باری به هر جهت، هر موقع دلشون خواست، هوا خیلی سرد بود، یه جای دیگه اتراق میکنیم، خیلی گرم بود، اوکی. اینا چجوری هن عزیزان؟ مثل زوجهایی هستن که با هم زندگی میکنن سالیان ساله، هیچ تعهدی به هم ندارن، هیچ عهدی بین اونا برقرار نشده، پایه اینجور زندگی ها هر دقیقه در حال لرزشه. امروز میخوایم با همدیگه عزیزان، خصوصیت این کلیسا که ویترین آسمانه و باید باشه، با همدیگه مورد بررسی قرار بدیم. چرا در این زمان ما انقدر کم میبینیم خصوصیت این کلیسا رو؟ چی کار باید بکنیم که به این رویای دل پدر به طور عینی در، نه در تعلیمات، نه در وصیت و نصیحت، بلکه به طور عینی در کلیسای محلی خودمون، به چشمای خودمون ببینیم این سرودهایی که میخونیم، لمس کنیم، نظارگر باشیم. متاسفانه وقتی در عصر حاضر نگاه میکنیم، به خاطر این شبکه‌های متعددی که خلق شده، شبکه‌های اینترنتی، تلویزیونی،
خدا رو شکر حقیقتاً پیشگویی‌ها به انجام میرسه از طریق این شبکه‌ها. انجیل به طور خیلی گسترده‌ای همونجوری که کلام خدا میگه اشاعه پیدا میکنه. آمدن خداوند چی میشه؟ شتابانیده میشه. اما به خاطر این شبکه‌ها افرادی هستن که چون ما تک تک کلیسا هستیم دیگه، اهمیت و اون جلوه خاصی کلیسا از طریق ماها داره ابی میره. مهم اینه که روی یه کاناپه لم بدی، پاپکورن تو بخوری و کانال هایی که دلت میخواد گوش بدی نگاه کنی. بعدش هم بگی من اینقدر روشن کنم، اصلا خیالت راحت، شش ماه نایمد اصلا خیالت راحت بشه فرناس از طریق من اینقدر روش کردم. ولی کلام خدا میگه از با هم بودن در از جماعت غافل نباشیم، چنان که بعضی ها را عادت هست. از اولین اولویت یک مسیحی حقیقی باید کلیسا باشه، باید کلیسا باشه. چرا که عزیزان یه پزشک ماهر ما رو از بیماری ها حفظ میکنه، یه وکیل متبحر ما رو از زندان رفتن حفظ میکنه، و یه کلیسایی که بنیادش روی بنیاد راستی بنا شده حقیقتا داره به سمت رویای خدا حرکت میکنه، ما رو از ظلمت و جهنم و دروغ های این دنیا حفظ میکنه. چرا که ما آدم هستیم مثلا، نیست؟ آدم خلق شده عزیزان که در مشارکت باشه، این تو وجودش با این خلق شده، آفریده شده. در باب 2:18 در پیدایش میگه خداوند خدا گفت خوب نیست که آدم تنها باشه، پس برایش معاونی موافق دل او بسازیم. خوب نیست این آدم طفلک بیکس و منزوی و یه گوشه بره جلو فقط شبکه ها بشینه، اصلاً خوب نیست. خوب است که برایش یک نیمه دیگر بسازیم، یک یار موافق بسازیم، یک معاون بسازیم. پس این طور شد، آرزوی دل خدا بود که حوا به وجود اومد. حوا سمبول چی عزیزان؟ کلیسا، کلیساست و معاونت کلیسا هاست عزیزان که ما رو به سوی اون هدفی که برای اون خلق شدیم معاونت میکنه. دستم بگرفت و پا به پا برد. بخونید. تا شیوه راه رفتن آموخ عزیزان. کلیسا این کارو میکنه. وقتی به کلیسای اورشلیم که در اورشلیم متولد شد نگاه میکنیم، میبینیم از همون شروع تولدش مثل یک بدن زنده متعلق به هم، مرتبط به هم، دست تو دست هم از معاونت کلیسا، عیسی مسیح صاحب او بود، بهره می جستن و به جلو حرکت می کردن. عزیزان مورخان تخمین زدن در یک دوره زمانی 60 ساله که کلیسا در سخت‌ترین دوران خودش بود، جفاهای غیر قابل توصیفی در کلیسا می آمد. عزیزان در جمع ایمانداران برین عبرانیان باب 11 رو بخونی، میگه جفاها، زندانها، بندها، با ارد و پاره شدنها، مظلوم شدنها، در غارها و قبرستانها خودشون رو قایم کردنها، پراکنده شدنها. اما چنان جنبش عظیمی بین این کلیسای اولیه به وجود اومد، چنان پادشاهی خدا گسترش پیدا کرد که در عرض 60 سال در حالی که جمعیت دنیا 2 برابر شده بود، جمعیت کلیساها 200 برابر شده بود. باور میکنی؟ هللویا. تا جایی که در سال 313 میلادی کنستانتین قیصر روم در برابر مسیح و مسیحیت به زانو در اومد و مسیحیت و دین رسمی امپراتوری خودش اعلام کرد. عزیزان از همون اول، از همان زمان تا به امروز، قیصر و قیصرهای زمانه، دیکتاتورهای زمانه که از پشته ها ساختن، هنوز که هنوز جلوی مسیح و مسیحیت زانو میزنن و اعلام میکنن که عیسی فقط خداونده. چه عاملی باعث شد عزیزان که چنین رشد انفجاری در
میون چنین جمعیت اندک و مردان کوچکی به وقوع پیونده در اون وضعیت اسفبار، در اون وضعیت وحشتناک که حقیقتاً کلیسا میتونیم بگیم ویترین آسمان بود، مقر پادشاهی خدا و حرکت این پادشاهی خدا رو به وضوح و خصوصیت اون همینجور که گفتم دیده میشد. عزیزان، اولین عامل حیاتی که ما امروزم این کلیسا رو همینطور تجربه کنیم، از این زیاد دور نیست، با من و توی که کلیسا به خواندگی خودش میرسه، دیروز امروز تا ابدالآباد خدا و رویای خدا برای کلیساش همان است. اولین عامل حیاتی، عیسی فقط نجات دهنده نبود، بلکه خداوند تام الاختیار ایمانداران بود. عزیزان، این جمله ساده، عیسی خداوند است، یک دنیا جهانبانی رو با خودش، جهانبیری رو حمل میکنه. عیسی خداوند است. عزیزان، اعلان این، یعنی تو اون فرهنگ و تمدن، یعنی طبق کتب اعلام میکنم، همون عیسایی که در کتب گفت بر حسب جسم گردید، مرد و زنده شد، امروز در بطن مرگ و قیام او، پادشاهی او در حال گسترشه. اعلان عیسی خداوند است. عزیزان، در آن زمان، یعنی خدای پدر پسر یگانه خودشو، عزیزان، قاطعانه، به شکلی قاطع، با انبساط خاطر شاهانه، با قلبی پدرانه به دنیا داد، به جهان داد، تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاوید یابد. آمین. عیسی خداوند است. در تمدن و زمانی که مرتب باید عود و بخور دود میکردی که قیصر خداوند است، عیسی خداوند است، یعنی عیسی خداوند است، نه قیصرهای زمانه. عزیزان، با این اعلان زیر شکنجه ها قرار میگرفتن، جلوی دادگاه ها برده میشدن، جلوی شیران درنده افتاده میشدن. عزیزان، عیسی خداوند است، یک جمله ساده بود عزیزان، که هم افراد اشراف آن زمانه اینو میفهمیدن، قابل فهم بود، هم برای عوام و هم برای فلاسفه. چرا؟ چون در زندگی اونا، رابطه اونا، خدمت اونا، خداوندی عیسی به وضوح دیده میشد. عزیزان، برای همین اعلان این جمله ساده اونا رو به صخره ای تشبیه کرده بود که هیچ قیصری، هیچ جهاندار ظلمتی، هیچ تجربه و آزمایش و سختی اونا رو نمیتونست به زانو در بیاره. آمین. و دومین عامل شاگردسازی بود. عزیزان، شاگردسازی، هر کس که ایمان می آورد، اگه لطف کنی این پنکل یکم سرشو، چون دائم ورق میخوره. مرسی فاطمه، مرسی، بهتر شد. هر کس که ایمان می آورد، همون بعد به تولد تا مدت ها تحت انضباط های روحانی و تعالیمی که منطبق با کلام خدا بود آموزش و پرورش میدید، عزیزان، در بطن آموزه شاگردسازی تعهد به عیسی و به همدیگه بود. تو با سپردن قلبت موقع تعمید مسیحی می شدی، ولی با سپردن قلبت خودت به خدا و به کلیسا چی می شدی؟ شاگرد مسیح می شدی. تو با اولین انتخاب خودت نجات یافته می شدی، رستگار می شدی. با دومین انتخاب خودت تو به صخره ای تبدیل می شدی که با هر موج این دنیا رانده شده و متلاطم شده باقی نمونی. وقتی یکی ایماندار بعد از انتخاب اولش تعمید استوب میکنه، اصلا تبدیل به یه شرکت کننده میشه که گاهی که دلش حوصله‌اش سر میره میاد یه سری میزنه. ریک وارن خیلی زیبا در مورد این ایمانداران میگه، میگه ایمانداران خرگوشی که از یه کلیسا به یه کلیسا در حال جهش هستن.
و هرگز نمیتونن این افراد عضوی فعال تاثیرگذار در بدن مسیح بشن و وارد تعهد به همدیگه و خدا بشن. در نتیجه از شیرینی عهد و شیرینی اون خانواده الهی که در مرکزش شاگردسازیه و مواهب عالی اون رو نخواهند چشید عزیزان. شلوساوس و دائما هم دیگران رو مقصر میدونن. خود عیسی مسیح در مورد شاگردی هیچ تخفیفی قائل نبود. خودشو سپرده بود فقط به 12 شاگرد متعهد. عیسی هرگز تحت هیچ شرایطی با توده انبوه مردم مراوده نمی کرد، وقت نمی زاشت. هرگز، چون دنبال جمعیت نبود. او دائم در بین افراد شفا میداد، معجزات میکرد، اسرا رو آزاد میکرد، کوران رو بینا میکرد، لنگان رو خرامان میکرد، نان و ماهیای فراوان به افراد میداد. چون که باران او در هر حال در حال باریدن بر نیکان و بدان، آفتاب او بر همه میتابه، چه آشنا باشی چه ناشنا، چه دور باشی چه نزدیک باشی عزیزان. ولی بلا فاصله با شاگردان سرسپرده و وقف شده وقت خودشون میگذرون و تعالیم خاص رو به شاگردان سرسپرده میداد. عزیزان، در تمامی تعالیم مسیح و رسولان مقدس او دو تا چیز میبینیم، دو تا شعار ملموس میبینیم: شاگرد باش و شاگرد بساز. آمین. سی‌اس لوئیس که یک نویسنده ایرلندی خیلی زیبا میگه، میگه چقدر مایه تأسفه که واژه عضویت در کلیساها اینقدر داره ارزشش از بین میره. مثل فروشگاه ها شده، مثل داروخانه ها شده. دیدی میری میتکلیت میشی، عضو میشی، بعد این افراد، این صاحب این فروشگاه ها فقط لیست زیاد بشه، اعضا زیاد بشه، به جاش میگه بیا اسم نویسی کن، اسمت بیاد تو لیست و تخفیف ویژه بهت میدیم 10% نیست. نام اعضا فقط تو که لیست باشه، ما اعضای کلیسای آلفا اومگاییم بدون هیچ تعهد، بدون هیچ انتظاری، بدون هیچ جوابگویی، بدون هیچ انتظاری، فقط برین و بیاین. این طور میشه عزیزان که قسمتی از بدن خشک میشه، پژمرده میشه و در نهایت کلیسا پر از یتیم‌های روحانیه که هرگز با هزاری که تعلیم میشنون، چون به هویت خودشون پی نبردن، چون در خانواده الهیه که ما به هویت خودمون میرسیم، تبدیل میشن به ایمانداران خرگوشی، به ایماندارایی که یتیم‌های روحانیه، ایماندارای تشنجی که با یه چیزی پایین میرن، با یه چیزی تکان تکان میخورن، از جاشون ریشه ندارن، چون ساکن نیستن. نیست؟ در کلیسای اولی از دنیا، یا تو شاگرد بودی یا نبودی، حد وسطی وجود نداشت. در کلیسای اولی که عهد جدیدی وجود نداشت، سنت چاپی وجود نداشت، هنوز کتابهای کانون تدوین نشده بود، عزیزان پولس به مسیحیان میگه شما رساله زنده، شما رساله زنده مسیح هستین که احکام خدا در قلب‌های شما نوشته شده، نه با مرکب بلکه به وسیله روح خدای زنده، نه با قلب‌های سنگی شما بلکه با قلب‌های گوشتی شما نوشته شده. احتیاج نداریم به عهد جدید. زندگی شما، رفتار شما عزیزان نشون میده چقدر عضو خانواده الهی هستی. جالبه بدونین عزیزان، در نوشته های ضد مسیحی، دشمنان مسیح که آثارش در دوران باستان روم پیدا شده، میدونین چه نوشته هایی پیدا کردن؟ نوشته بودن که مسیحیان یه عده آدم های دیوونه، احمق، خرافی هستن، اما همه بگین اما، پرقوتر، اما به همدیگر و به خداوندشون تعلق دارن عزیزان. برای همین تسخیر ممالک میکنن، برای همین قیصرها به زانو در میان عزیزان. حتی دشمنان مسیح شهادت رو میدن
و لطفاً عزیزان فکر نکنی فقط این خصوصیتی کلیسای اولیه در دوران رسولان بوده، نه، در همین عصر حاضر در برزیل که نگاه میکنی عزیزان، مذهب اصلی کشور برزیل که پر جمعیت ترین کشور در آمریکای جنوبیه کاتولیک کلیسای روم هست، بوده و هست و در حال حاضر عزیزان و یه عده هم اصلا بی خدا هستن، اصلا ضد خدا هستن. در حال حاضر عزیزان 180 میلیون ایماندار پنتیکاستی پر از تعهد، شور و هیجان برای شاگرد شدن و شاگرد ساختن وجود داره. در کره جنوبی، در چین که یک عالم مذاهب گوناگون وجود داره عزیزان، اصلا خدایی رو نمیشناسن. در حال حاضر هزاران مسیحی متعهد وجود داره. چرا عزیزان؟ چرا؟ چون اونا یاد گرفته بودن، چون اونا بلد بودن، چون اونا در قلبشون عیسی خداوند بود و یاد گرفته بودن که پادشاهی مسیحو چطور با شاگرد شدن، روحیه شاگرد شدن و شاگردسازی گسترش بدن. مسیح عیسی خداوند خیلی سریع در لوقا باب 14 تکلیف خودشو با همه روشن میکنه. وقتی انبوه جمعیت دنبال اون میاد چی میگه؟ رو به ایشان میکنه، میگه ببین عزیز جانها، اگه کسی نزد من میاد پدر و مادر و زن و اولاد و جان خودشو انکار نکنه اصلا نمیتونه شاگرد من بشه. در باب 14 لوقا اینو میگه، در باب 18 لوقا اونجا به زبانش میگه، در باب 18 به عمل میاره. یه جوان ثروتمند دنبال اون میاد میگه ای خداوند، من از بچگی تمام ده فرمان رو انجام میدم. آخه مسئله بر سر قوانین نیست، مذهب نیست، مسئله عشق رابطه است. آمین. این نفهمیده بود، گفته تمام احکامو، تمام ده فرمانو از بچگی انجام میدم. عیسی رو به اون که گفت ای راستی واقعا آفرین، آفرین، فقط آنچه که داری بفروش چون خیلی ثروت من بود، بیا منو متابعت کن. از منظور عیسی نیست که ما ثروت نداشته باشیم، منظور عیسی نیست که از نمیدونم این چیزای دنیایی بدمون به زمین خدا، خدا زمینش داده که ما پرورده بشیم و لذت ببریم از امانتای او. فقط خدا انگوش گذاشت رو بوت قلبی او، گفت ببین تو هنوز یه بوت قلبی داری، اولویت من نیستم، برای همین نمیتونی منو متابعت کنی، برای همین محسون شده گذاشت رفت. نگو ببین بیا، آخه دلت نگیره، لب بر نچین عزیز جان، بیا مسیحیت یه سفره، یه جوری با هم نصفیشو بده، 10% بده، اشکال نداره. و تو دلش بگه ما که جا برای سرنهادن نداریم، حالا یه کاریش میکنیم اون بغله نیست. رسولان نیومدن بهش بگه خداوند خواهش میکنم اینقدر رادیکالی عمل نکن، تون رو نباش، بهش بر میخوره تفلک. عزیزان عیسی و تعالیم مبارک او با کسی شوخی نداره. در یوحنا باب 6 خیلی سختتر صحبت میکنه، اونجا هم انبوه جماعت میذارن میرن، عیسی خیلی کول، خیلی راحت رو میکنه به شاگرداش، میگه شما هم میخواییم بریم؟ عزیز جان بفرمایید. پتروس به رو میفته میگه کجا بریم؟ کجا بریم خداوند؟ کلام حیات جاوید نزد تو، هر چقدر رادیکالی باشی، هر چقدر کلام تو به مذاق ما خوش نیاد، هر چقدر به نظر تون روی بیاد، هر چقدر این گند این نفس کهنه بلند کرده بشه در برابر کلام حیات بخش و حقیقت تو، کجا بریم؟ چون ما فهمیدیم، چون ما دانستیم، چون ما لمس کردیم، چون ما شنیدیم که توی مسیح پسر خدای زنده. از اون گاهی ما از عیسی خیلی پر محبت تر میشه، قهر میکنه، دلش میشکنه. اینطوری میشه عزیزان که کلیسا پر میشه از افرادی که ظاهرا ادعای مسیحیت میکنن، ظاهرا صورت دینداری دارن، ولی قدرت اینو ندارن که کوچکترین انتقادی ازشون بشه. بگیم بالا چشمت ابروه، سری میرن گم میشن، سری. قدرت بخش
بخشیدن و طلب بخشش رو ندارن عزیزان، فقط ظاهر دینداری. یه موقعی از حتی بشارت‌های ما مانع بزرگی سر راه شاگردسازی میشه. من خودم به عینه عزیزان اینو تو ایران تجربه کردم. بیا مسیحی بشو، خونه بهت میده، عیسی آرامش، شادی. زن میخوای، یک عالم دخترای دلبر خوشگل تو کلیسای ما هستن، پسرای خوشتیپ شوهر میخوای، کلیسای ما پره. بیا میاد وارد کلیسا میشه این طفلک زبون بسته، بعد میخوای بهش بگی که انکار نفس کن، فروتنی، شکستگی رو یادش بدی عزیزان، بعد میگه ببخشینا تو این پکیجی که به من دادی اصلا این چیزا نبود، فقط شادی، سرود بخونی، قربون صدقه من برو. تازه من فکرم همه منو پیروی میکنن، منو و نیازهای منو پیروی میکنن. عزیزان خواهش میکنم منو درست بفهمین، ما تمام سعیمونو میکنیم، ما خادمین شبانان، که کلیسایی رو به قوت روح القدس آماده کنیم که محل امنی برای گله خدا باشه. عزیزان ما دائما در بطن تعلیماتمون اینو منتقل میکنیم که کلیسا محل فیض باید باشه، بچه ها گله خدا باید این فیض و این محبت و این جای امن رو بچشن، در یه خانواده امن رشد کنن. عزیزان هیچ کس اجازه نداره در حوزه خصوصی دیگران سوال و جواب کنه. این بچه ها باید رسیدگی بشن. حتی بچه ها از فیض سوء استفاده میکنن، این خصوصیت یه بچه است، ما باید اجازه بدیم. خرابکاری میکنن، بهشون برسیم. حتی بعضی گذشتهشون انقدر سخته، انقدر وحشتناکه عزیزان، داستان زندگیشون انقدر دردآوره که احتیاج به حکمت بیشتر، محبت بیشتر، صبر بیشتر دارن. حتی من منظورم این نیست، درست من رو بفهمید، اگه کسی بیاد تو گروه سرسپردگان، گروه نمیدونم پادشاهان، نمیدونم این گروه هایی که هست، این شاگرده، اصلا من اینو نمیگم، خیلی ها هستن تو این گروه ها قربونش برم، نه، منظور اون روحیه شاگردیه، اون روحیه فروتنیه، اون وفاداریه، اون تعهده. من نمیخوام اسم بیارم، ولی چند نفری هستن تو گروه ها نیستن، این آچار فرانسی جان گذاشتن برای دیگران، یکیش چند تاش چلو نشستن، هر موقع نیاز بوده با عشق، هر هفته رو این صندلی ها با درد، با ضعف اومدن خدا رو پرستیدن. عزیزان کلیسا بدن مسیحه، ما کنیزان و غلامان خداوند عیسی هستیم و کنیزان تک تک شما ها، ولی اجازه نداریم در مورد خداوندی عیسی و شاگردی مسیح خداوند تخفیفی قائل بشیم، چرا که مسیح جان خودش رو داد. اگه کمتر از این میداد 124 تا پیغمبر رو میفرستاد توی غار میشد، آیه بر اون نازل میشد، یه کارهای اونجا میکرد، خب کمتر از اینم تخفیف میداد، کارهای میکرد موافق نفستون، درش باز گشاد، آمدگان فراوون، ولی اون جان خودش رو داد و کمتر از جان ما نمی طلبه. هر که جان خودشو نگه داره او رو از دست میده، هر که جان خودشو برای مسیح و بدن مسیح بده چند برابر مزید، در همین دنیا، نه در اون عالم روحانی، در همین دنیا عیسی مسیح وعده داده به دست میاره. عزیزان ما اهل خانواده خداوند هستیم و عیسی مسیح کمتر از جانش، کمتر از عاشقان، عروسان نمی طلبه. اهل خانواده خدا، اهلی که متعهد به خدا و به همدیگه هستن عزیزان، عروس مسیح محدود میشه به کسایی که خودشونو به خدا و به همدیگه سپردن. خانواده الهی، کلیسای جامعه جهانی، کلیسایی که روی بنیاد راستی بنا شده و محدود میشه به عروسان وفادار. نه که اشتباه نکنن ها، اشتباه زمین میخورن 10 بار بلند میشن، ولی در از صحنه پادشاهی خداوند غیب نمیشن با هل پوک. خود عیسی مسیح در متی باب 11 آخرین آیه وقتی اومدن گفتن خداوند برادرانت، پدرت، مادرت، جانانت پشت در هستن،
رو به شاگرداش کرد، گفت کیا هستن؟ برادر و خواهر و مادر و پدر من. آیا شما نیستین؟ اونهای فامیل خانواده من هستن که حکم پدر که در آسمان هست انجام میدن. آمین. سرهای خودمونو خم میکنیم عزیزان. هللویا. خداوند عزیز، واقف هستم که هرگز نتونستم و نمیتونم حق مطلب رو اونطور که شایسته بدن مجید و پر جلال توس ادا کنم. خداوند یک زاویه کوچیکی از ویترین کلیسای تو که باید دیده بشه در این جهان، خداوند لیاقت دادی، لطف تو بود خداوند، فیض تو بود که تونستم بیان کنم. ولی ایمان دارم حتی اگه اندکی از این همه انبوه کلمات و واژه ها رو فهمیده باشن، این بدن زیبا و مقدس تو، ایمان دارم که به سمت کلیسای اولیه که کلیسای پر جلال، کلیسای فناناپذیر، کلیسای تاثیرگذار، کلیسایی که ویترین آسمانه، به حرکت خواهیم اومد. دعا میکنم خداوند، حرفای زیادی زدم، فقط تو بیا ای روح القدس، برملا کن، آشکار کن، کن اصلی مطالب و ای خداوند، اگر نه مثل سنج فغان دهنده خواهم بود. ای خداوند تمام ایمان و توکلم به توه که تو خداوند برگزیدگان خودتو، شاگردان حقیقی خودتو خداوند قلباشون رو لمس کردی. دعا میکنم ای خداوند برای کلیسای نوپای افغانستان، برای کلیسای ایران خداوند، که عطا کنی که با شادمانی، با افتخار خداوند مثل خادمان سلیمان، قربانی های تمام سوز هر لحظه با زندگیشون، با رابطه هاشون به تو تقدیم کنن. دعا میکنم خداوند چشمای تک تک ما رو باز کنی که به وسیله فیضی که دادی خداوند، اون فیضی که به ما قدرت رو میده که زندگی خدا پسندانه داشته باشیم، اون قدرت رو میده که در هر شرایطی برای تو مثل یک سرباز خداوند آماده، جان نثار، مثل یک عروس وفادار بیستیم. خداوند دعا میکنم که کلیسای تو به اینجا برسه، دعا میکنم کلیسای ایران تو به یاد بیاره خون عظیم و پربها معجزه آسای تو رو که قوت میده در این مسیر حرکت کنیم، هنجو خون شهدای بسیاری که در ایران ریخت خداوند، اون بصرهای نیکویی که ریخت، اون ابر شاهدانی که خداوند زیر شکنجه ها خداوند خودشون رو سپردن و امروز ما روی شونه های اونا حمل میشیم، کلیسای ما روی شونه های این شهدا حمل میشه که فهمیده بودن که کلیسا چه ماهیت و ارزشی داره، که فهمیده بودن عیسی خداوند از چه بهایی داره خداوند، که خودشونو با شادمانی سپرده بودن که تا آخر عمرشون نزد پاهای تو شاگرد باشن، جانهایی که تو به اونا میسپاری با وفاداری و فروتنی پاسبانی و شاگردسازی کنن. ای خدای عالی، دعا میکنم نزد اون خدا، نزد اون پدری که هر خانه و خانوادهی به نام تو نام میگیره، به قدرت روح مقدست عطا کنی بریزی خداوند. تو مشتاقان خودتو میبینی خداوند، همین الان چشمای زیبای تو تردد میکنه و قلب اونایی که ضعیفن فقط آه میکشن برای رویای تو، چون تو دنبال مردان بزرگ نیستی، زنان بزرگ نیستی، بلکه مردان و زنانی که با تمام ضعفاشون خودشون در دستای خدای بزرگ قرار دادن خداوند. اون موقع است که تو کار عظیم خودتو در این زمانهای آخر انجام میدی و جهان و جهانیان خداوند، ملک سباها انگشت به دهان خواهند بود برای کلیسای مجید تو که حکمت گوناگون و سر عظیم تو از تک تک سلولهای زنده مرتبط به هم دیده خواهد شد. از اگه کسایی کلام با قلبشون حرف زده، دعوت میکنم فقط سر پا بیستن،
سر پا بیستم، با اعلام ایستادم به اون خدایی که الان داره نظارگره، سر پا بیستیم و هر کدوم دعای قلب خودتون رو در چند کلمه به حضور پدری که همین الان سایش روی سر ماست و منتظر اون سرسپردگی با تمام ضعف ها و تمام کجروی ها و تمام اشتباه های ماست، سر پا بیستیم. اگه کلام پیام با قلب تو حرف زده و اعلام کن که ای خداوند، اگه تا الان این روحیه رو نداشتم الان میخوام داشته باشم، اگه دارم میخوام روح تو قوی تر منو در این خود خیشتن من، در اون انسانیت درونی من قوی و قوی تر کنه که نقشه الهی تو، به هدف الهی تو خداوند برسم و که با هم دیگه کلیسا رو به اون جایگاه برسونیم. از همینجور که داره نوایی نواخته میشه، بذاریم دعاهامون به حضور این خدا که پدره و الان بین ما حضور داره، پسره که میخواد هم شکل و شبیه او بشیم، این روح قدوس الهیه که میخواد با سرسپردگی به هم این قدرت پاور رو در ما به عمل بیاره. آمین. صداهای خودمون رو بلند کنیم. فرنینگال مانگو تشنو پینو برانو تو دونو تو سونو رسترو منانا. آمین. خداوند عظیم، ای خدای عالی، صداهای خودمون رو بلند کنیم. اگه خود تو عضوی زنده از بدن مسیح میبینید، تو در برابر هم دیگه دعا نمی کنی، بلکه در برابر خدای پدر بذار قلبت به زانو در بیاد که تو به اون نام گرفتی، نام او روی توست. دعا کن و به طلب که در این نقشه جای خودتو پیدا کنی و اگه جای خودتو پیدا کردی مثل ستارگان در این دنیای تاریک بدرخشی. آمین. که در قول و فعل در درون برخیزانیده بشه کلیسای مجید خداوند. آمین. اینا کنیز خداوند هستم، پس بر وقف عمل او در بین عزیزان کسان خودش بدرخشه و دیده بشه. آمین.